جلسه شورای کشاورزی اندیمشک با هدف توسعه کشاورزی و بررسی مشکلات موجود در این بخش در اندیمشک برگزار شد. چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت تا رونق کشاورزی با سرعت انجام شود و با توسعه و اجرای طرح‌های آبیاری مدرن در مزارع شهرستان میتوان تولید را هم افزایش داد. قرار هست در فاز دوم طرح مقام معظم رهبری 7250 هکتار و با مبلغ 250 میلیارد تومان انشاءالله اجرایی بشه و تأکید بر انجام این کار شد. موضوع دیگه که قرار شد دنبال بشه توسعه گلخانه ها هست و ما اعلام کردیم به هر میزانی متقاضی باشه ما حاضر هستیم خدمتشون هستیم. توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و فراوری. چنگلوایی همچنین گفت به هر میزان که در شهرستان نیاز باشد در بخش مکانیزاسیون ماشین‌آلات میتوان به اندیمشک اختصاص داد و محدودیتی وجود ندارد. در ارتباط با تسهیلات برای بخش کشاورزی عنوان شد که ما هیچ محدودیتی نداریم. توسعه شرکت‌های خدمات مکانیزه، توسعه باغات هست در شهرستان، قرار شد یک طرح مدونی از حاشیه جادی صد دستا دوکوها رو دنبال بکنیم. حسن وند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی نیز گفت استان خوزستان یکی از محورهای کشاورزی کشور است که شمال استان هم محور اصلی کشاورزی خوزستان شناخته می شود. اراضی زیر کشت 7500 داریم هکتار که در بحث تامین آب و اجاره شما مشکل داره. جهانگیری فرماندار اندیمشک نیز گفت تامین آب 7500 هکتار از اراضی دیم شهرستان اگر انجام شود میتواند در افزایش سطح زیر کشت و رونق تولید در این شهرستان نقش بسزایی داشته باشد. روزبه احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، اندیمشک.